علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: این که گفته می شود ایران دارای معادن اورانیوم نیست، باید اعلام کنم که بر چه اساسی مطرح می کنند؟ آیا آنها اکتشاف کرده اند؟ اگر این گونه است به ما هم اطلاعش را بدهند. ایران معادن اورانیوم غنی و امید بخشی دارد. آژانس به زودی از این معادن به ویژه از گچین بازدید بکنه. حجم اورانیوم خامی که ایران داره در این معادن چقدر برآورد شده و چقدر صرفه اقتصادی داره این دسترسی به این معادن با در مقایسه با استانداردهای بین المللی؟ قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم، نمیتونم درباره صحبت‌های آقای روحانی در خوزستان حرفی نزنم. واقعا بسیار شگفت آوره که مجبور شدن توافق ژنو رو امضا کردن که در اصل یک تسلیم نامه است و در خوزستان ایشون بگه که جهان شرق و غرب در مقابل ایران تسلیم شد. واقعا نمیتوانم تصور کنم که چه مقدار میشه تحریف حقیقت کرد و سیاست و زبان فریب به کار برد. این درباره صحبت‌های آقای روحانی در دیروز در خوزستان. در اونچه که مربوط به معادن ایران میشه، در ایران معادن خیلی زیادی داره. با اینکه 1% جمعیت دنیا رو داره، حدود 8% معادن دنیا در ایران هستن. ولی اونچه که مربوط به اورانیوم میشه، همینطور که در برنامه شما گفته شد، ایران 2 معدن اصلی داره که یک معدنش معدن گچین هست در بندر عباس که یک معدن روباز هست و یکی هم معدن ساغند در نزدیکی یزد. اونچه که مهم هست برای معادن اورانیوم این هست که درصد اورانیوم سنگ این معادن چه میزان هستش. اگر درصد این اورانیوم سنگ معادن بیشتر از 2% باشه، از نظر اقتصادی این معادن سود میتونن داشته باشن و خوب هستن برای استخراج. اگر درصد اورانیوم بین 1 تا 2% باشه، به هر حال میگن میشه ازش استفاده کرد، ولی اگر درصدش از 1 کمتر باشه اصلا قابل استفاده نیست. حالا معادن گچین بالاتر از 1% هست، حدود 1.2% هستش، یعنی میتونیم بگیم که قابل استفاده است. ولی معدن ساغند زیر 1% هست، حتی زیر 0.5% هستش. به خاطر این اصلا از نظر اقتصادی بهره برداری از اونجا امکان توجیهی نداره. این معدن حدود 20 ساله داره ساخته میشه. طرح اولیش رو، ساخت کلیش رو روس‌ها دادن، برای که زیرزمینی است، مشکلات فنی داره، حدود 300 متر زیر زمین، بیشتر از 300 متر زیر زمین، 3 حفره بزرگ داره. و بعد از اینکه روس‌ها خودشون رو از این برنامه کنار کشیدن، چینی‌ها طرح نظارت رو بر این معدن به عهده گرفتن و بالاخره فقط 1 سال هستش که این معدن به کار تولید و استخراج اصلی اورانیوم رسیده. معدن ساغند حدود 50 تن اورانیوم در سال میتونه تولید بکنه و گچین حدود 20 تن در سال میتونه اورانیوم تولید کنه. فعلا در شرایط فعلی اگر ما میخواستیم برای راکتور بوشهر از اورانیوم ایران استفاده کنیم، که فعلا کوچکترین استفاده ای نمیشه، برای که روس‌ها تا 10 سال سوخت بوشهر رو تامین میکنن، حداقل تا 10 سال، و من در بعضی از مدارک خوندم تا 20 سال، احتیاج به 250 تن اورانیوم هست. بین 200 تا 250 تن بستگی به کارکرد اون نیروگاه داره. برای چه مدت؟ با توجه به برای مدت 1 سال. به خاطر این هستش که در با توجه به تولیدی که معادن ساغند و معدن گچین دارن، به هیچ وجه حتی برای یک راکتور بوشهر هم کافی نیستن. در واقع جمع اون چیزی که شما اشاره کردید حدود 70 تن، یعنی در جمع گچین و ساغند به روی هم 70 تن در سال میتونن اورانیوم در شرایط فعلی تولید بکنن. اشاره میکنید که بوشهر به تنهایی 5% داره، ولی حتی از 1 گرمش هم نتونسته استفاده کنه. به غیر از این، ایران در خارج از کشور هم معدن داره. نمیدونم در کشور نامیبیا که یک سومین معدن بزرگ جهان، معدن روباز جهان در اونجا وجود داره، که ایران 15% سهم این معدن رو داره، که یک معدنی است که دست
شرکت انگلیسی استرالیایی هستش و به خاطر تحریم ها الان متاسف مشکل پیدا کرده ایران. به خاطر تحریم ها ایران نمیتونه اونجا دخالتی داشته باشه و حتی نمیتونه از اون اورانیوم اونجا استفاده بکنه. مشکل دقیقاً چه هستش آقای مصطفی؟ قطعنامه 1929 گفته که ایران امکان وارد کردن اورانیوم، یعنی کشورها نمیتونن به ایران اورانیوم بفروشن، به این جهت است که ایران اونجا هیچ گونه در واقع حقی در حداقل در شرایط فعلی نداره. در شرایط فعلی نداره و این سهام اونجا در سال 1975 در رژیم سابق خریداری شده، همچون کیک زردی که از آفریقای جنوبی در رژیم سابق خریداری شده و تا حالا تمامی فعالیت‌های ایران از طریق برای غنی‌سازی با استفاده از همون کیک زرد صورت گرفته. پس اگر من بخوام خلاصه بکنم، معادن یا معادن ایران دو مسئله دارن. یک مسئله از نظر کمی، یعنی میزان اورانیومی که وجود داره و شناخته شده و محرز هست، بسیار کم هستش. البته اورانیوم احتمالی، معادن احتمالی وجود دارن. اون معادن احتمالی هم میگن حدوداً همین اندازه است، ولی معلوم نیستش و فعلا تحقیقات جدی به عمل نیومده. و بالاخره این که ارزش اورانیوم این معادن پایین هستش، یعنی از نظر اقتصادی به صرفه نیستش که از وقت من خودم رفتم به داخل اوشیم 190 هزار سو اینا خب اومد زده و فهمدم باید بیتا 190 هزار سو حد دقیقا نمیشه. حالا یه عده دوستان اومدن آقا چرا ما 190 هزار سو میگم آقا الان ما 190 هزار سو الان من دارم، من الان یه عصای بوسه دستم اینجوری اینجوری میکنم، شما 190 هزار سو دارم. 190 هزار سو میدونید چقدر خوراک میخواد؟ چقدر خوراک میخواد؟ 280 هزار کیلو خوراک در سال میخواد. 190 هزار سو از کجا میخواد؟ آمریکایی ها تا خوشش میاد ما الان 190 هزار سو داشته باشیم، برای اینکه یه سال کار میکنه بعد تموم شد، بعد دیگه اصلا کل سیستم هستی یه کشور میخواد. برای اینکه مواد اولیه نداریم، اورانیوم طبیعی نداریم. فکر نشده بریم که داشته باشیم؟ نه بگه نه، فکر شده که بریم نمیفروشن. واسه از خارج ما که نداریم، مثل نفت که ما همه چیزی نداریم تو داخل داریم. حالا داریم توی داخل ما رفتیم اجازه گرفتیم با هواپیما با